من نمیدونم این پیرمرد چجوری تونسته از اون زندان فرار کنه. پدر جان این دستشویی‌های طبقه 11 زندانشون حفاظ نیست نداره، برای که طبقه 11 که دیگه حفاظ نمیزنن. این از اونجا پریده پایین تا اومدن بفهمن چی به چی شد در رفته. من میگم که ددیم اصلا شما چرا انقدر نگرانید؟ خب بابا جان کسی که بتونه سر ساید جوری بشکنه که 18 تا بخیه بخوره هر کاری از دستش برمیایه. آخه ددی جان این آقای پشندی با این آقای نصف سیبیل مشکل داشتن، با شما که مشکلی ندارن. نه خیلی اتفاقا اشتباه میکنید، این آقای پشندی الان به خون آقای جابری تشنه است، چون میدونست آقای جابری برای اینکه تنهایی در بیاد میخواد با خاله ساید ازدواج کنه. بام شادیه چی میگی؟ آقای پشندی افتادن بازداشتگاه دیگه. خب وقتی افتادن بازداشتگاه تازه ددی این تصمیم بسیار زیبا رو گرفتن. بله کجا فهمیده؟ من رفتم ملاقاتیش، این ماموره میگفت آقای پشندی به همسلولیش گفته من بیام بیرون انتقامم از آقای جابری میگیره. آخه اردیخان کی میتونه بهش گفته باشه؟ من اگه پیداش کنم تیکه تیکش میکنم. فکر کنم این اردل گفته. آره تو زیاد میرفتی پیش بابات. آره میزنم لهت میکنم. حالا مهم نیست که کی گفته کی نگفته، مهم اینه که او فلار کرده الان هم در به در دنبال من هسته. بله واقعا مهم اینه. آره در حال حاضر که وضع این اردل از همه خرابتر. چرا اون وقت؟ برای اینکه آقای پشندی میدونه اردل خاله ساعدو به آقای جابری معرفی کرده. از کجا میدونه؟ من چه میدونم از کجا میدونه؟ شاید هم ندونه. من میگم اصلا همه اینا رو ول کنید، همه ما الان باید چی آماده باشیم تا یه وقت مشکلی پیش نیاد. اردیخان من پیشنهاد میکنم شما به این آقای نصف سیبیل بگید که یک مقدار مراقب باشن و احتیاط کنن. میرم الان میرم یه چایی بخورم الان میرم. من میگم که به نظر شماها آقای پشندی میخوان انتقام هاشون رو به چه ترتیب از کجا شروع بکنن؟ میگم گوش نمیده، هرچی که من میگم هی گوش نمیده. اردل من نگرانم یکم، میدونی؟ برای چی نگرانم؟ ببین تو زود برگرد، در این شرایط بحرانی منو تنها نذار. یه دقیقه دارم میرم ساعدو ببینم برگردم. زود و اردل شما مواظب خودت باش. تو هم مواظب خودت باش اردل. اردل بله بله زود برگردی. باشه باشه من نمونم تنها. خداحافظ خداحافظ مواظب خودت باش. از این لحظه بعد همگی باید کنار هم باشیم، هیچ کس حق نداره تنها بمونه، باید از همدیگه محافظت بکنه. نه نیازی نیست آقای جابری، چون آقای پشندی با شما کار داره، با ما کاری نداره. یعنی چی؟ یعنی که خودتون برید باهاش مقابله کنید و تکلیف رو مشخص کنید، ما بی خودی جونمون رو در خطر نندازیم. چی میگه مجدا؟ دادی جان شما ریلکس. البته بیشتر منظورم این بود که همه ماها با همدیگه دست به دست هم در کنار آقای جابری مبارزه کنیم و پیشمرگ ایشون بشیم. من میگم که حالا یه چیزی من اصلا نمیدونم که آقای پشندی کجا رفته. خب من معلومه دیگه، آقای پشندی رفته یه جا قایم شده تا یه فرصت مناسب پیدا کنه بیاد ددیو بکشه. نه 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 ددیم ددیم. حالا به نظرت کجا قایم میشه مش؟ من چه میدونم منی؟ ددی تمومه؟ آقا من میتونم این پشت قایم شم؟ تو قصه هست؟ کدومه؟ آقا تو نباشی؟ فروغه؟ دروغه؟ نباشی؟ میمیرم؟ میگیرم؟ دروغه؟ بابا اون از گوشت ورداره این ماست مستکو، هر وقت من اومدم این تو گوشت و ورداره گوشت. فروغه؟ اون ورداره از گوشت. بابا چطوری؟ هر دفعه من اومدم این تو گوشت و ببخشید بابا دو کلمه میخوام باید حرف بزنم کوروش.
من اون نامه رو فرستادم. گوش میکنی؟ بهشون گفتم که آقا ما کمک احتیاج نداریم. حالا صبر کن یه زنگی من بزنم به خاله ببینم اون تلفات چه خبره. آره آره این آره پشندی هم که از زندان فرار، ما گفتیم رقیبمون تو زندان خیالمون راحته، ولی خب خیالم راحته که فعلا نمیتونه کاری انجام بده. پشندی استاده. آره زنگه رو بزنم ماله به خاله. آره الو خاله جان سلام، من ساعدم. آره خیلی ممنون، شما خوبی؟ آره خاله جون، آره ما پس فردا منتظریم خاله ها. آره قربونش، آره شما فقط مواظب باش بلیتتو بگیری. آره جون شما و جون پیردوس. آره 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 رسیدی تهران ها، یه راست بیا پیش آقای پیردوس. منم میگم پیردوس با کوروش یه شام حسابی برات درست بکنن، شب همه دور هم باشیم. آره قربونش، خداحافظ. به به آقای پشندی رسیدم به خیر، چه عجب این طرف ها. ببینم بله. پس تو بودی همیشه تلفن میزدی؟ همیشه که نه، یه وقتایی. آره غلط کردی. همیشه غلط کردم آقا جان من. اولا صبر کن، صبر کن کورو. اولا زنگ زدم که خوب کاری کردم، من باید زنگ بزنم به خاله، خودش میخواد با من ازدواج کنه. من باید اخلاق همو برای چه دو اکوش کجا انتخاب کردی؟ معلومه انتخاب کردی کجا؟ معلومه اینها. خب اون چه؟ اینها اولا که تو رو انتخاب نکرده، از روز اول انتخابش من بودم. خب آره خب زهر ما رو دومه شو دومه شو. شماره تلفن هم دفعه اول خودم از ساید دوزیدم. بله خب دوزم هستی. خب بله بله بفرما. ثانی هم تو بی خود بیکنی زنگ میزنی به میگی ساید هسته ای. بله من میخوام اخلاق خب ساره سر از کی تا حالا، از کی تا حالا من خرابکار شدم و هوای تو رو باید داشته باشم؟ باقا جان خاله من انتخاب کرده، ما باید با هم ازدواج کنیم. خودش هم انتخاب میکنه. یعنی چه ایره من؟ یعنی من دوست دارم. حالا تو از دست چی دارم؟ نه سر تو میرم میخواد چی کار کنه؟ باشه تو میخواد چی کار کنه؟ ولش کن ببینم. آقا جان نمیذارم خاله رو انتخاب کردم جواب کردم میدم. حمله باشه مشه. ای 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 فوله سلام. سلام علیکم. حال شما؟ دستگیر شد؟ بله هم پدرتون دستگیر شد، هم آقای پیردوس. هم من تو بازداشتگاه هستم. آقای پیردوس برای چی؟ بله به جرم به هم زدن نظم. بله عجب پدر خلافی داری تو. پدر خلاف دارم؟ بله. حالا دیگه من موندم و خاله ساید. بله بیچاره بابای من. نوران نباش اردل جان، خودم از مایه سال که برگردم برای اونم سند میذارم، آزادش میکنم. حالا علال حساب و شمار تلفن و خالی سعیده بده، مایه دو خلون با هم اختلاط کنیم. من شماره خالی سعیده ندارم. چی؟ مگه تو نگفتی که هر دفعه که بخوایم میتونیم پیداش بکنیم راحت؟ اردی خان دارم خواهد شما رو بینیم، من شما رو از سخو میزوم. اردل، وارد همین چاقو قطعه قطعت میکنه. ببخشید من نه شمارشو دارم، نه میتونم گیر بیارم. آخه، چقدر بد دادی. بی تربیتی کار رو چیه که داری میکنی؟ تپا! ببخشید من میخوام برم یه هوای بیرون بخورم، بعد اینکه برم یه قدمی بزنم. ببخشید. خدا منم میخوام بخورم. بله باز که داری از این کارا میکنی بی تربیت. چیه؟ آه یادم
این شماره تلفن خاله است. از کجا گیر آوردی اینا؟ اینو قبلنا که خاله رو دیدم ازش گرفتم. نه نه، شرط داره آقای جابری. چه شرطی؟ شرطش اینه که ایام عید که اداره بازه، من جای این یارو اردله باشم تو اداره. اصلا اردل اگر بخواد من نمیذارم بره تو اداره. اداره اید مال تو، همه پاداشاش هم مال خود تو. خیلی ممنون. باشه، خیلی ممنون، دستون در نکنه. خب بده دیگه. حالا ببین چجوری من مخشو تلید کنم، میذارم مخشو توی فرغان. عیال یه دقیقه بیا اینجا. بله دیگه، چیه بام شد؟ این اولیش بود. خب بقیهش چیه؟ بقیهش هم بازم تکرار میشه. یعنی میخواستم بگم که ما هیچ جا نمیریم، ما همینجا میمونیم. شیراز بی شیراز، این حرف اول و آخر منه. یه دقیقه وایسا بام شد. ببین عیال، من یه چیزی رو بذار صادقانه بگم. راستش من به این یارو اردل حسودیم میشه. میدونی اگه ما بریم شیراز، اردل میمونه تهران و تو اداره کار میکنه. حالا بگذاریم از این که آقای جابری پاداش اینا میده، ولی مطمئنم بعدش جانشینی برای خودش انتخاب میکنه و اون احتمالاً اردل خواهد بود. برای همین من حسودی میشه و اینکه از تو خواهش میکنم که ما تهران بمونیم. بام شد، ما عید میریم شیراز. بر نه بام شد، ما عید میمونیم تهران. راست میگی؟ آره راست میگم، فقط به یه شرط. دیگه برنامه رو عوض نکن، چون اون موقع من یه نموره عصبی میزنم. بله حتما، چشم. یه دهن آواز بخون. وفاداری وفاداری دل من از گسیدارون شده. یه دهن دیگه. بی وفایی بی وفایی دل من از بسی داغون شده. باش، حالا ما که این همه روز صبر کردیم، این دو روزم دیگه صبر میکنیم. نفس تا فردا. سی یو مارو. بای. بله گفتم که با یک تلفن مخشو میزنم. دادی هم زدین دیگه حالا؟ و نفس چی؟ مخشو تلید کردم. اردل. بله بله. روز عید. صبحش سال تحویل، شبش مراسم عروسی باید برگزار بشه. میخوام تمام باغ کرج چراغونی بکنم. کارتش هم همین الان میری سفارش میدی. کارت عروسی؟ ولی نفس چی؟ متنش هم تازه من آماده کردم از قبل. نگاه چه متنیه. زمستان سرد گذشته و اکنون دوباره بر سر شاخه ها شکوفه ها یا بهاری خودنمایی میکنه. بابا دو کبوتر کوچک پس از این زمستان سرد با قلبی پر امید و بالهای کوچک آمدن تا آشیونهای گرم خیش را بر سر سبز شاخه ها برپا کنن. قلب این دو پرنده کوچک منتظر قدوم شما عزیزان است و همینطور تروپ 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 میزند تا آغاز زندگی مشترک خود را در شبی ظلمانی به صبح سپید پیوند زند. از طرف خانواده دو کبوتر کوچک و فرزندان اونها. بعدم برای عید شما همه پا میشه میره مسافرت، من با عروس خانم اینجا تشریف داریم اتراق میکنم. پدر جان فرمودین که عید که من برم اداره که؟ اداره رو بیخیالش. اداره چی؟ تعطیله. ببین اردل، دیگه ما که به خاطر پدر جون مسافرمون رو به هم زده بودیم، حالا که دیگه پدر جون گوشه زندون افتاده، بعدش هم که ادارتون هم که تعطیله، بریم مسافرت دیگه. ما دعا
دوتا، سه تا، چهار تا هم هم آه بریم مسافرت، کسی نمونه اینجا. بله میریم چشم، پس میریم. آقا سر حل شد، ما عید هیچ جا نمیریم، همین جا میمونیم. تو غلط کردی که هیچ جا نمیری، عید همه باید برن مسافرت، هر کنار مسافرت بعد از عید هم دیگه حق نداره بیای سر کار. نه دیگه، نشد بام شاد، من که مسخره تو نیستم هی میگیم میریم نمیریم. پس دیسود ما عید تهران میمونیم. آخه بابا اگه نریم بابات من اخراج میکنه، اون وقت اردل که داره میره مسافرت حتما بهش پاداش و مزایا میده. چی گیری کردیم ما؟ و تازه بعد خودش هم یکی یعنی اردل رو حتما جانشین میکنه. حالا ما که کاری نمیتونیم بکنیم. من میگم ما تهران رو بمونیم، یعنی چیزه بریم مسافرت، بریم دیگه. بام شد تو مثل این که درست حسابی متوجه نمیشی، ما عید تهران میمونیم. سه بار بگو. بریم مسافرت، ما عید تهران میمونیم. آره ما عید تهران میمونیم. نمونیم ما عید تهران میمونیم. آره اوبی اینجا جات خوبه؟ عالی کوروش جان، به جان تو اینجا کاسابی خیلی بهتره بیرونه. تو اگه جنسی چیزی اما تو مغازه باد کرده بفرست اینجا، من دو روزه آبش میکنم. آره قربونت. پدر جان شما چطوری؟ خوبی؟ من حالم خیلی خوبه. خوبه خوب. خیلی خوب. شما که با هم قهر بودین. نه بابا قهر چیه؟ به دوزارتون دیر میافته دیگه. خب اینا این کارو بیرون میکردین دیگه، الان اومدین این گوشه افتادین جابری همه چی به کامش شد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خاله سایه داره فردا میاد. خب آقای جابدی هم داده کارت عروسی رو چاپ کردن، همه جا پخش کرده. ای بله زیرش هم دوزه نمیشه از کجا. ای نامرد مثلا چی میگه؟ میگم این جابری که من میشناسم هر جوری هست این کار رو انجام میده، خاله رو میگیره. حالا بریم او جابری رو بفرست پر من. بله؟ جابری رو خب بفرست پر من، من خودم برای هم دیگه کارش داری؟ آره میگم بیاد اینجا خدمتتون. خلا خانم، قبل از شما هیچ کبیتر دیگه‌ای در لانه زندگی من نبیده، شما اولی و آخری هستی. قبل از شما کسی نبیده، بعد از شما هم کسی نیستم. دشمنی دانه بردهی بال نه این هم که خوب نیست که این که برای چیز کن ردی جم چیه؟ سلام علیکم. چی کار داشتین میکردین؟ داشتم تمرین مختلیت کردن میکردم. من الان رفته بودم به بازداشتگاه ملاقات بابام. خیلی اصرار داشت که شما رو ببینی، کار خیلی واجبی با تون داره. میفهمم چه کار داره پیرمرد. میخواد که اگه ولی بهش بگو که خیال کرده من بیام اونجا بشینم و جلو من گریازاری کنه. بل. من خاله خانم کبوتری که به هزار مشقت گرفتم میدم به اون بگیره کور خونده. بله. من این کبوتر رو نگرفتم که بی سادگی ها، من اصلا بالاشو چیدم. بله چینده کردم بالاشو. بله. کسی هیچ جایی نمیتونه بره. بله بله حالا ببینید چی کار داره. حالا بفرم خیلی کار باشه. حالا دیگم باشه پیرمرد نگه که ما حالا تو زندان ما رو تحویل نمیگیره، عیادت ما نکرده. باش بفرم باش تا بریم. باش بریم. ببین آقای جابری، اینجوری نیست که ما دوتا تو حبس باشیم و شما بیرون هر کاری دوست داشته باشی بکنی. این کمال نامردیه. بی خود آقا جان برای من شعار ندین، شما جفتتون حبس، هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. ما که همیشه توی این زندان نمونیم که، حبس نیستیم که. بالاخره یه روزی میاد بیرون. بله اون موقعی که شما تشریف بیاری بیرون ما بچه همون هم بزرگ کردیم و سی براشون عروسی گرفتیم. پیرمرد ببین آقای جابری، 30 سال هم اگه ما این تو بمونیم ها یه روز میان بیرون بالاخره میبینیم من و این آقای پشندی بالا سرت وایستادیم. آره قربونش. آره بله بزرگ نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد.
میبینم اینجوری نمیمونه که بالاخره وقتم تموم شده باید برم که کلی کار دارم باید برم مراسم عقد را سوریز کنم کلی مهمان دارم شما بفرمایید تا بعدش بینیم آقا رو همه چیز باید کامل باشه طبق برنامه بره جلو هیچ کم و کسری دلم نمیخواد که وجود داشته باشه تمام مراسم از اول تا آخر یک دور باید تمرین کنیم با کی تمرین میکنیم؟ خب حالا خطبه رو مثلا میگه منم میگم بله بعد چی کار باید بکنی؟ آخه بهوار جانه این مراسم تو ددی میخوای که کامل برگزار بشه به طور کامل؟ خب دیگه ناقصش چه به درد میخوره؟ ببینید ددی اگر مراسم شما خراب بشه که کامل برگزار شه شما این انگوش کوچیکتون رو میزنید توی عسل بعد میذارید دهن عروس البته زیر لفظی هم باید بگید آها زیر لبسی ها باشه اینجوری بیا عزیز من بدون وری تا پره ای سر خشی نه باش تو بیا بر بیا نگاه مرد که خاله جان میاد همه چی باید حاضر و آماده باشه خاله جان تشریف آوردن بیایم برای استقبال هی کجایی؟ بیا دیگه اردن کجایی تپا؟ خب پاشو بیا دیگه سرواز مرتب باشه من برم در رو باز کنم کجا میری؟ مگه من مردم که تو در رو باز کنی؟ بله خوش آمدی که خوش من آمده ز آمدن تو سلامت باشی در باز کن دلم برات یک ذره شده باز کن کی شما رو آزاد کرده؟ خبر نداری؟ شب عید که میشه به یه عده عف میخوره ها؟ آره خیال کردی خوشی مالی که؟ بزرم اون عقب کشیده راست یه خانمی همون پشته ها این خاله است، این خاله منه خالم اومده این مثل این خاله ساهنه ها حالا آی کیو، مطمئنی این کسی که تو ماشین خالته؟ بله قربان، مطمئنم، خالم من نمیدونم این خاله خانم وقت از این بدتر پیدا نکردن آقای پشندی و پیروس هم که دم در وایسادن میگم که اردن تو حتما یه کاری بکن میترسم خیلو خیل ریزی بشه الان حالا برو دمی در این خلافکارها رو فعلا رد کن سراتی این خلافکار بسی که چیزی ها حرف دهن تو بفهمه میزنم اونجا لهت میکنم به جای دعوا بامشا به جای دعوا یه کاری بکنی که دعوا نشه اون بیرون لازم نکرده هیچ کس کاری بکنه شما خیال کرده من از پس این دوتا پیر خود بر نمیام اوه دقیقات زد دیگه هیچ کاریش نمیشه من میگم که اردن لاغل یه کاری بکنیم که جلوی اون خاله دعوا نشه ساید بیا یه کاری بکن بس. بیا شون به خالت بگیرینو به خاله زنگ بزن بگو به آژانسیه بگه بره این 5 دقیقه این اطراف یه دور بزنه تا ببینم چه خاکی تو سرم میکنم یالا کلهشو همچی میکنه الو خاله سلام من ساعدم سب کن ببینم خاله ساعد کجا میبری سب کن ببینم کجا میبری خاله ساعد بیا بیا بریم این جاوری باز مثل که یک کلک سوار کرده من یه آمپرم داره میره بالا میگم که ددی اب شما اصلا نرید بیرون به خاطر اینکه خیلی خطرناکه ددی جون چی میگه دختر؟ خطر مال مرده
جون الان دعوا کرد. چی فرمودین؟ نگرانه. میدونی چی اردن؟ الان همه هم دیگر رو میکشن. من میگم بریم لباسامونو بپوشیم بریم بیرون الان میکشن. آره آره. همه تون خود من حریفم. حالا میبینی؟ میبینی. آره. اینجوری ها. آره بابا داد تو. پدر جانه. پدر جان بیام کمک. نه بابا خودم کن. ست تینا رو بزن. بله بله خیلی خوب فهمیدم. خب ببینید آقایون وقتی اومدن یعنی من قبلش میگم یک دو سه خب میشمارم تا گفتم سه آماده باشید دیگه بله درگیرشن یعنی آره دیگه سه شمردن شما بزن آره پدر جان سه و گفت شما برو بزن باشه بشمار شروع میکنم بشماره بعد سه بعد سه یک دو دو و نیم دو و هفتاد و پنج دادی دادی بیخیال شو عروست اومد بابا بلش کن خاله 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 سلام به همه عزیزان سلام عیدتون مبارک باشه انشالله عیدتون مبارک باشه میگم که خاله جون اینجا دعوا شده بعدم همش به خاطر وجود شماست یه جورایی ببخشید دخترم من درست فهمیده بودم پس این ستا پیرور در اصلا خودشونو برای من میکشم خب من حضورتون از کم شما که باید آقای پشندی باشین بله در خدمت تو هستم و شما آقای پیردوست آره قربونش در خدمت هم بله و شما آقای جابری ای غنچه شادا به بهاری به کویر خشکیده سینه ما خوش آمدی وای اجازه بدین اجازه بدین این شعر واقعا دست داره چقدر روحیاتون لطیفه این برگ گل خاله جان این برگ گل ببخشید خاله جان شما همه اینا رو میشناسید؟ پس چی که میشناسم؟ پس فکر کردی چی یک هفته است مرتب با من در تماسن شب و روز دارن به من زنگ میزنن یعنی شما میدونستین که اینا به جای آقای ساعد به شما دارن زنگ میزنن؟ عجیبه دخترم ها یعنی من فرق یه خنگ آیکیو ندار و با اینا نمیفهمم صدای اینا قشنگ مشخصه در ذهن من خودم اومدم اینجا عقل دارم چش دارم گوش دارم کافیه کافیه فقط یک روز اینجا بمونم و تشخیص میدم کدوما به دردم میخورین و کدوما با من سازگارین بله 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 خالجان از اون کچلیاسا پاک هیسا خیلی ببخشیدم به دیگه هیسا شما یعنی اومدین اینجا که از بری سه تا یکی انتخاب کنین والا من نمیدونم چرا تازگی از در دیوار همینطوری مور و ملخ خواستگار برای من اتفاق خالجان همچین نگران نباشید از در و دیوار اینجا همینطوری زکتونه بر میره بالا من خاله جان میقرار بود که برای شما دستگل تدارک ببینم که متاسفانه فرصت نشد عوضش بنده خوشگاه حساب میکنم بیا بیا خونه بده خاله خب اینه برای من یک کفش زیباست این خاله جان منم میخواستم برای شما یک سبد گل بگیرم اما خب نشد اما در عوض یک سینمای خانوادگی 18 مام گارانتی داره حالا اگه شما بله رو بگی و یه دورمی فیلم برداری هم روشه بله به نظر من مهمترین مسئله زندگی زمانی که آدم میخواد زندگی مشترک تشکیل بده هیچ رو درواسی هم از هیچ کی نباید داشته باشه یک عمر زندگیه شما هم بدونین که بنده اگر قرار باشه که بخوام کسی رو انتخاب کنم هیچ رو درواسی نمی کنم هر کی رو خودم دوست داشته باشم و هر کی بدونم واقعا بیشتر منو خوشبخت میکنه انتخاب میکنم بچه بیشی بیشی مگه نمیبینی که خاله جان داره دور افشانی میکنم دادی جان داره میبینی برای خاله جان شما چایی بیاری متشکرم من سیب میخورم حالا اجازه بدید اگه میشه ما بریم چای بیاریم باشه دادی نانیت این خالجان از اوناشه ها افاده ها طبق طبق سگو به دورش وق وق منیت یک بلای سرش بیارم چی کار میخوای بکنی ماشی اینو بگی منیت ببین از این
میریزم تو چای. موجی اینت نخوری. نه نه این باطل المهره. هر کسی که اینو بخوره نه مهرش تو دل کسی میره نه مهر کسی تو دلش میمونه. راست میگی موجی. واقعا من از بعد یه کاری کنیم. لیوانش رو جدا کنیم اینو تو لیوان خودش بریزیم، چون موقعی که از این چاییه بخوره اون وقتی پا میشه میره شهرش. شهرش خدا. اینم چایی. بفرمایید خالجان. خیلی متشکرم. نه خالجان. این لیوان زرد برای شماست. مگه فرقی میکنه؟ لیمویی آخه برای شما. بله لیمویی اختصاصی برای شما. ممنونم که به فکر من بودین. متشکرم. مرسی عزیزم. چای باطل المهر برای من میاری مجد جان؟ ببخشید خاله جان، شما تازه از راه رسیدید، خسته هستید. بفرمایید بریم یه جا استراحت بفرمایید. بریم باشید. کجا بریم؟ آقای پشندی بالاخره بریم یه هتلی جایی دیگه. بله آقا ساید جان، مگه من مردم؟ قدم خودتو خالد و چشم منو کوروش. آقا بالا تشریف بیاریم. نه خیلی لازم نکردم. خاله جان با ساید تشریف میارن خونه مجد جان. روی قدمشون روی چشم بنده و بابشاد. البته خواهش میکنم، ولی منزل ما واقعا کوچیکه و اصلا این هم آدم جا نمیشن. بله واقعا من با عرض شرمندگی عرض میکنم، من و بامشادم تو اون خونه جا نمیگیریم، برای همین از پذیرفتن هر گونه مهمان چی معذرت. خب حالا برای اینکه دوباره جنگ و دعوا نشه من پیشنهاد میکنم همون هتلی که ساید گفت هم بهتره. بله خیلی بهتره. بله. خودت پیشنهاد میکنی؟ نه خاله جان، شما خاله جان و سایه تشریف میبرن خونه مجده. بله. تو این مدت هم بامشاد و مجده و سایه شده برمیدارن میارن اینجا. اینجا؟ بله؟ بله تا هر زمانه که خاله جان اجازه. بله؟ بله؟ بله بله بله. هر کسی هم که اعتراض داره بعدش نمیاد اداره. من اعتراض دارم. مرتفتی؟ آره بعدی بیاد. بله بله میشه میریم آقا سایه نباشه. خیلی خوب. بعد چی بعد اید چی؟ بعد اید اداره بی اداره. مخالفتی ها؟ من... ها؟ نه من که مخالفت ندارم. من و عیالم وسایلمونو میاریم اینجا. تو چه اردن؟ با قدمشون رو چشم. بله تشویرن اینجا و اونجا. اونجا بفرمایید خاله جان. کجا میریم؟ از این طرف، از این سمت راست. همینجور بریم ته. از این ور خاله جان. بفرمایید. میگم که موجی دادی بعد جوری دلش به این قلاب گیر کرده نه؟ معنی دیتی میگی ها. ببین دلم میخواست این خاله جان آنتنان پرتش میکردم تو این استخ که هیچی نتونه بگیرتش. یه چیزی میگی مجده، همچین دادی خانم خانم ما رو اینجوری با قلاب میآورد بیرون که کیف کن. نگی زایی، تا حالا هیچکی از این استخ نتونسته هیچی بگیره. نه اصلا ماهی نداره فکر کنم موجی این استخره بر خودش. معنیت؟ بله. معنیت کرچه کلاچ هم نداره. معنیش توی یه دکتری کرچه کلاچ چیه بگو؟ این آدم حسابی ها خرچنگ. معنیت میدونی یکم هم دادی همچین سرحال شده. معنیش من از دست تو خودم پرت میکنم تو این استخر. نه مگه این که من بمیرم ار رو نشه من رچن این عروسی سر بگیره. بله مجده جان سلام، چیزی میگفتی؟ به سلام، خوب هستیم، بفرمایید بشینید. من دینه کجا پیدا شد؟ من خاله جان گفتم که در این هوای همچین قشنگ زیبا آدم گرسنگیش میزنه بالا، دارم از گشنگی میمیرم. بله آها، من فکر کردم در مورد آینده و وصلت پدرتون داشتین صحبت میکردید. بله اتفاقا. نه الانگوم چیزه خاله جان، نه من داشتم راجع به ماهیگیری صحبت میکردم. چند تا ماهی تا الان گرفتین؟ این استخره اصلا فکر کنم ماهی نداره. خیلی خوب، خیلی خوب، شما بلد نیستین.
اگر شما ماهی گیر باشین این استخر خشک خشکم که باشه 10 تا ماهی ازش میاد. بفرمایید یه ماهی شما بگیرید. نگین خاله جان. چرا نگیرید؟ حالا اینجایی چی نتونسته بگیره؟ صبر کن. الان بهت نشون میدم. الان ببینیم. اینا اینطوری بعد اینجوری خال جان ببخشید شما که ماهی گیری رو بعد بپیچید. ماهی ها بیان بیرون. کمک خال جان کن. ماهی ماهی دیدی؟ دیدی وقتی بخوای ماهی بگیری میتونی بگیری؟ ماهی بله ماهی اه نگه تفن نیار من اینجا خب حالا میندازم دوباره تو آب تا بدونی ماهی گرفتن یعنی چی دستتو بنداز ببینم آها کیف کردی؟ تو با این قرار گذاشته بودی؟ نه حال تو ماهی گرفته الان چیه پدر جان؟ چی شده پدر جان؟ چرا با من حرف نمیزنی؟ کی بگم به تو خدم؟ بله، بگو تو پسر کی هستی؟ پسر شما بابات کیه؟ شما من؟ بله من این همه به تو کمک کردم؟ بله این همه ریاضت کشیدم؟ بله بله همه این کارا کردم یا نه؟ بله بله تو چرا یه دنه کمک من نمیکنی؟ معذرت میخوام پسر جی من چی کار باید بکنم؟ یعنی چی شما تا حالا این همه ماهی گرفتید اون وقت من هیچی؟ فقط کافیه یه دونه قلاب بزرگتر به من بدی ماهی؟ ماهی چیه؟ من سر تو سر اینجا برای تو کوسه میگیرم کوسه سلام علیکم سلام علیکم حال شما خوبه؟ ماهی میگیریم؟ دست در نکنی چه گل قشنگی مال شما نیست منوژه خانم این مال خاله است دست در نکنه مناسبتش چی اردن خانم این بفرمایید اینو پدرم دادن چون خودشون روش نمیشد بیان و یعنی روشون نمیشه وقتی شما رو میبینن دست پاشون رو گم میکنن در واقع نمیتونن احساسات درونیشون رو کاملا بروز بدن برای همین گفتن که من این دسته گلو بیارم خدمتتون خیلی ممنون بله چیزی شد من درست حسابی نگرفتم بله خب میدونید به هر حال این خاله جان در نهایت با پدر من ازدواج خواهند کرد دیگه که کاملا مسلمه بله چی گفتی قلدم خب آخه چیز مشخصیه دیگه آخای خاله جان آقای پیردوش که یک شالاتانی یک کلاهبردار شالاتانی اینقدر خورد شیشه داره آقای جابری هم که یک پولدار شکم گنده مشنگه میمونه بابای من که این وسط هم اخلاقش خوبه هم مظلوم هم دوست داشتنی همین هست خاله همینجوری باز خود وایسادی یه سی ردیفی داری میگی مثل اینکه دری بدبخت بیچاره من اینجا تک و تنها مونده اردن لج لج بازی با من نکن همین خاله رو برای بابا مسونه ما بله ببین عزیزم بی خودی شلوغش نکنین من اردل جان خودم باید انتخاب کنم خودم خدا بهم عقل داده اصلا دلیل نداره شما اینقدر شلوغش میکنی بریم بابا آره بابا جان بالاخره تاش که دیگه خاله مال آقای پشندی بابای منه دیگه مامان جان مامان جان از الان بهش میگم مامان جان باشه دلم نمیخواد ببینید ددی جون اگه که شما میخوای خاله بیشتر از آقای پشندی و آقای پیروز به شما توجه بکنه من میخوام یک سری کارهایی رو به شما یاد بدم که اگه انجام بدین خانوما خیلی بیشتر خوششون میاد یه سری کارهای کوچیکه مثلا این که شما هر از گاهی یه شعر رمانتیک براشون بخونین شعر باشه شعر میخونم من شعر هرچی دلش بخواد برش من رومانتیک میخونم خب دادی جان شما که میگید شعر رومانتیک بلد هستید یه شعر رومانتیک بله که بلده نفس خب بگید یه دونه مثلا گاوان و خران باربردار به آدمیان مردم آزار زهرمار بده گم شمر تپره البته من فکر میکنم که اگر این شعر رو بخونید دیگه باهاتون حرف نزنن شعر باید پر از احساس بشه همینجوری احساس بیاد مثل چه شعری مثلا؟ بی وفایی بی وفایی دل من هست گستید آقون شده آه مجد هرست میگه خیلی خوبه خب باشه من میرم براش بی وفایی میخونم ولی دادی جان غیر از بی وفایی خوندن یک مسئله مهم دیگه که وجود داره اینه که خانم ها اصولاً از آقایین لارد خیلی خوششون میاد وقتی شما یک آقای به این خوش تیپی پولدار هستید خیلی دلش میخواد که همینطوری پول به پاش بریزید دادی نه بابا کیه بله سلام علیکم سلام بی وفایی بی وفایی دل من از غصد آقین شده بیا خاله جان بیا همش پول مال شما حالا زن من میشی؟
واقعا که پدر جان. بله. بعضی وقتا یه هدیه کوچیک تأثیرش از هزار تا کار بیشتر. خیلی خوب، از یه کوچیک چیه مثلا؟ مثلا یه شیشه عطر خوشبوی کوچیک. خب یه بزرگی واسش بخرم. بله. سلام علیکم. سلام. احوال شما؟ این گلاب رو بریزید رو سر کلتون تا یک ماه بوش به بدنتون میرونه. یکی دیگه هم براتون میارم. بفرمی. عجب خل چلایم رو به تور من میخورن. بابا دو تا میارم. دو تا دیگه واسه میارم. آره من اینجوری نوشته بود. حالا مثلا میگفت اتفاقا خانوما از آقایونی که یه مقدار خشن و همچین بی تفاوت و اینا بیشتر خوششون. حالا شما هرچی خشنتر باشی جوابتو بهتر میگیری. آره بیشتر. حالا آره. امتحان کن. بعد اصلا رمزش هم همینه، یعنی خشم و جذبه استاد یا و فهمیدی؟ آره اصلا تمومه یعنی. دارمه. آره. تو هم سلام آقای پیردوس. سلام علیکم خانم. شما خوبی؟ خیلی ممنون. آقای پیردوس بفرمایید. فرمایش. این دیویدی چنده؟ دیویدی نداریم خانم. فروشی نیستش خانم. فروشی نیست. بفرمایید. چرا اینجا گذاشته این فروشی نیست؟ گفتم خانم فروشی نیست، نداریم. بفرمایید خانم. خیلی خوب، یادت باشه فقط. باشه خانم، بفرمایید. که زیادم خوشش نیومد کوروش. آنی که نیست، حالا بعداً جوابتو میگم. آره. عین پنیسیلین. بله. خاله جان سلام عرض کردم. من برای معذرت خواهی خدمتتون رسیدم. در ضمن این دیویدی رو آوردم خدمتتون. ببین پولش هم ندارین نقدا، هر وقت داشتین بدین هیچ اشکالی نداره. خدمت شما. بابا خیلی اینجا دیوونه خونه است ها. بله. یه لحظه خواهش میکنم آقایون محترم توجه کنن. بله بله. بنده به خاطر اینکه بیشتر با روحیه و خلق و خوی شما آشنا بشم مجبورم چند تا تست سوال ازتون بپرسم. ببخشین خاله جان، چه سوالایی؟ اول در مورد ورزش هست. آها سوالای مختلف یا شخصی؟ بله سوال شخصی. ساعت رو چقدر داری ساعت؟ سوالا برای چی هست حالا خاله خانم؟ من خدمتتون عرض میکنم، من به یه ورزش علاقمندم. شما به چه ورزش علاقمندین؟ اجازه بده من کاغذ و قلم بدم خدمتتون خاله جان. شما روی این بنویسید. پدر جان من هواتو دارم. من درست میکنم. آقای دادی به من بدین. استاد من اولین سوال در مورد ورزش هست. من به یک ورزش علاقمندم. شما بفرمایید به چه ورزش علاقمندین؟ من اسکی. اسکی؟ بله. اسکی چند نو داریم؟ چه اسکی شما دوست دارید؟ اسکی رو آب. اسکی رو آب. بله بله. خیلی خوب آفرین. اسکی به روی آب. خب شما؟ من ببخشید یادم رفت. رالی. بله بله. رالی؟ خب ورزش بانوان. واقعا که خب دومین مورد. دومی مورد امتیاز مال کی شد؟ اجازه بدین من الان خدمتتون عرض میکنم. 10 امتیاز جناب آقای پشندی. و دومین سوال من در مورد مسافرت. اگه روزی روزگاری من با شما زندگی مشترک تشکیل بدم شما کجا من مسافرت برین سه نفر آقایون عزیز؟ قزوین. بله؟ قزوین. قزوین. بابای من گفت من شما رو میبرم کره، از طرف شرکت مجانی هم برامون تموم میشه. شما؟ اوشین فشان و جابر آباد. خب من 10 امتیاز دیگه میدم خدمت جناب آقای پشندی. بله. بزنین دست. اردن و سومین سوال من، یعنی سومین ایدئولوژیمو بهتون بگم، میخوام ببینم که من از یک میوه خوشم میاد. شما از چه میوه خوشتون میاد؟ سیب زمینی. چی؟ سیب زمینی پکندی. شما؟ گوچه. گوچه. و شما؟ گرجه سبز. آفرین بزنیم به پاکنیم. دردیم امتیاز به شما میدونم. بردیم پیردوست
البته بیشترین امتیاز آقای پشندی آوردن ولی سوال شما... دیگه ای نمونده؟ سوال دیگه؟ غذا اینا توش نیست؟ بله غذا داریم، اجازه بدیم بهش برسیم. و حالا در مورد همینطور که اردل جون فرمودن غذا شام شما بله شام در مورد شام من به یه شام به یه غذای علاقمندم شما چی؟ من میگم جوجه کباب تکون بابا سیرامی سیرامی گفت بابا آها جوجه کباب بدون استخون عرضم به حضور شما خاله خانم خاله خانم رژیم دارن شبها شام نمیخورن ساکت به افتخارش دست بزنید فقط به افتخار پشندی دست بزنید سیرابی میفرمونید بله حضور شما عرض کنم که این تموم شد دیگه بله و وقت این مراحل بعدی هم داره این سوالات بله مراحل بعدی هم داره خدا جایی اینجوری که نیشه که ما که کمتر از همه امتیاز ها امتیاز این کمال بابا در چهار سفر مراحل بعدی هم داره که بعدا فعلا بابای من از همه بیشتر امتیاز رو به افتخاره ددی قول میدم توی مراحل بعدی شما حتما نفر اول گروشتون اختیار خونه با دارم هر کجا دوست دارم میخوابم بلند میشم دوست دارم بابا آه. الان دیگه یار ناراحتی استاد نیست دیگه ناراحت نیست نه نه کلا پسر آره خب از همه عقب افتادی که چه فکر هی بابا کوروش جان یک فکر عالی کردم آه. به جان تو یک پیشنهادی به خاله میدم که نه نتونه بگه آره. یه فکر عالی کردم صبر کن نکن این کارو الان جوری میکنم که کیف کنی هر کن بابا صبر کن پیشنهادی که بهش میدم حالا میبینی من رفتم ببین خاله جون من همه فکرامو کردم به هیچ کسی هم هیچی نمیگم به جان کوروشم ببین به ساعدم هیچی نمیگم به کوروشم هیچی نمیگم دار و ندارم و میفروشم به جان خودت عقدت میکنم میبرم یه جای خوش آب و هوا با هم زندگی میکنیم آره قربونش چی میخوای دیگه؟ آهنگ که اردل خیلی حرف خوبی زد گفت چقدر موزی و آب زیر کاسی آهای آقای پشندی آهای آقای جابری بیا اینجا ببین چی میگه این من چی کار کنم منم تنها منم هیچ کسی رو ندارم دیدم تمام امتیازاتم از همه شما کمتر شده از اینا کمتر شده شیطون رفت تو جلدم گفتم این کارو بکنم اینا همش مال این تنهایی مال دیره بی صاحب مونده است آره قربونه آخه تفلک آقای پیردوست ناراحت نباشید آقای پیردوست واقعا من متاسفم که به شما امتیاز کم دادم من نمیدونستم چقدر با احساسی چقدر رقیق القلبی به همین دلیل از الان 45 امتیاز بهت میدم آقای پیردوست یعنی هنوز امیدی هست 100% امیدی هست بله سلام علیکم سلام کوروش بابا سلام بله بله بلند شو بیاریم این کارمنده که از کمپانی فرستادن تا نیم ساعت دیگه میرسه شرکت زنگ زد آدرس دادم میاد اونجا برسه اون وقت دم فروشگاه دیگه کسی نیست بابا ما این همه نامه دادیم کسی رو نفرستن باز یه نفر فرستادن نامه بعدن رسیده دستشون خیلی خوب الان میام ردش میکنم بره کره ای مگه میشه ردش کنه اینو بابا با تیپا میندازمش بیرون خاله جون با اجازهت من یه چند دقیقه مرخص میشم ببخشید خداحافظ آقای پیردوست ببین کوروش یارو اومد و یک کلمه باهاش حرف نمیزنی و روی خوشم بهش نشون نمیدی اومد بهش میگیم آقا جون از همون رایی که اومدی و برو اینجا چیزی میدونی دستگیرت نمیشه بی خودی با نیست اینجا شما کاری نباشه زبون خوشم حالش نشده من با یه زبونی باهاش حرف میزنم که بفهمه با کی طرف آره قربونش شما کاری نباشه آره. سلام علیکم سلام علیکم آقای پیردوس کیه بفرمایید بنده 3000 تومان بدید بزنم برای چی من راننده آژانسم یه کارمند کوریتون از فرودگاه آوردم تا اینجا 3000 تومان میشه برو همون جون برو از همونجا که آوردی برو از همونجا بگی من 3000م پول نمیدم به سلامت آقا تو ماشینه داره میاد بالا داره میاد بالا چی داره میاد بالا داره میاد بالا 3000 تومان ببین. ببین آقا جون رسید اینجا چپ و راستش میکنی چپ و راستش میکنی یعنی چی این اصلا یعنی چی واسه چی من چی معطلش نمیکنی سلام خیلی خوش آمدین این اینم برای بچه ها دست بازی بخری شب عیده
آی پشندی، پشندی جان، آی جاوری، پشندی جان، آی جاوری، آی جاوری، آقای پشندی کجایین؟ آقای پیردوس شما خیلی به موقع رسیدید. چطور مگه؟ جناب آقای پیردوس، برای مرحله دوم مسابقات خال خانم جان. مرحله دوم مسابقه خال خانم جان دیگه چیه؟ مرحله دوم دیگه که ایشون ببینن که با کی به تفاهم میرسن که باشون ازدواج کنن. من فکر کنم که این دفعه آقای جابری جلو بزن. بله خب ما که بخیل نیستیم که. والا من تصمیم گرفتم که به نفع دوتا رقبام برم کنار، برای اینکه انقدر این آقای جابری و آقای پشندی رو دوست دارم که اصلا یک دونه تارموی اینا رو نمیدم صد تا خاله جان بگیرم. آقای پیردوس درست صحبت کنید، و خاله جان نمره منفی بهتون میده ها، حواستون باشه. برو بابا، 400,000 تومان منم بده در ده. بله 400,000 تومان آقای پیردوس. کدوم 400,000 تومان آقای پیردوس؟ همون 400,000 تومانی که هم من گرفتی که جوابای سوال خاله رو بهم بده. حسایت تو پول گرفتی که جواب سوال رو بهت بده. چرتوک. نه دروغ میگه آقای جابری، هم چیزی نیست آقای پیردوست. دروغ میگن؟ نه خیر آقا جان، من منده 400,000 تومن میخوام، سالارم ایشون به من داد. بله. نه رو چه حسابی شما این حرف رو میزنید؟ من رو حساب بفرمایید. بله واقعا که بابا ساعت تو خیلی کلاورداری. من ورشی برو دیگه یه مش کلاوردار. حالا بهت میگم صبر کن مگه نبینم. خاله صبر کن، نه رو دروغ میگه خاله. میگم که آقای ساید واقعا که دست شما درد نکنه، به خاطر اینکه شما میخواستی که با تقلب آقای پیروز از ددی من جلو بزنه. واقعا منش خانم شما چی میگه؟ همین آقای ددی شما جوابا رو از من خریده. این نامردی جوابا رو 400,000 تومن به آقای پیروز میفروشی، از ما 1,200,000 پول میگیری. آقای جابر اصلا به هم میاد این کار رو بکنم؟ حرف نزن دیگه، حرف نباشه. معذرت میخوام، مثل این که فقط ما این وسط شرافتمندانه عمل کردیم دیگه. نه ما رو بگو که 2,000,000 تومن از ما گرفتن. 2,000,000 ازت گرفته ساید؟ جواب سوالان هم بشان شده. سعیه تانوار چیز رو بده سعیه. ببین بنده رو راست به شما بگم، من به این کارا کار ندارم. مبارک هر کی میخواد خاله رو بگیره بگه خالتم ساید جان مبارک خودت باشه. بنده فعلا خیال ازدواج ندارم. آره قربونه. ما معتقدیم که انسان تا وقتی که ازدواج نکنه شخصیتش کامل نمیشه. تو کرن مسئله رو قبول دارن؟ بله تقریبا. خب این خیلی خوبه، این نشون میده که ما زمینه‌های مشترک فرهنگی بسیاری داریم. اون وقت مهریه اون برای چجوری هاست؟ بله؟ میگم که اونجا فیه مهریه مثلا تو استاک مارکتشون چجوریه؟ ببینید شما اگه اینجا اون وقت اگه از ما مهریه نخوان، ما اون وقت با تو را میگم جایزیه نمیگیریم. یه مسئله خیلی ساده عادیه این. مهریه چیه؟ مهریه حالا من ببخشید با عرض معذرت، باز مجدداً بهتون خیر مقدم میگم. یه کاری بود رفتم حلش کردم برگشتم که راحت دیگه ما با هم صحبت کنیم. خب کوروشان شما در مورد چی صحبت میکردیم با هم دیگه؟ ما داشتیم در مورد مهریه و جایزه صحبت می‌کردیم. به به چه چیزی دیگه بهتر از این دیگه؟ از این بهتر نمیشه دیگه. خب کوروشان تو یه دقیقه بیا بیرون، من کارت دارم. شما به کارت درس نه ما همین الان به یه دقیقه بیا کارت دارم. یه دقیقه بیا بیرون، من با تو کار دارم. بیا شما کارتونو. خب مزه دهنش چقدر بود کوروش؟ برای چی؟ برای مهریه دیگه. نمیذاری که من داشتم باهاش صحبت میکردم اومدی یه کار منو کشیدی بیرون. ببین همینقدر که تو سر صحبت واسش باش باز کردی کافیه. من نمیدونستم تو اینقدر منو دوست داری. آره قربونه بابا بله. بابا نمیدونی حالا ببین خب. این باباش رئیس خرج تو کمپانی خیلی آره آره آره. اون وقت اگه خب. من با این ازدواج بکنم خب. گوش میدی آره. اون وقت همه امکاناتو برای شما میگیری، مغازه نمونه میشه اصلا کلی واسمون. صاحب کن ببینم کی با این ازدواج کنه. من دیگه بابا ببینم مغازه مال بنده است، بعد با دختر رئیس شرکت تو ازدواج کنی، من چمه؟ خودم چلاقم؟ نه حرفا میزنی ها؟ این که نمیشه که بابا، تو از اول هر کی میاد میخوای بگیری که اخو خاله ساعد چی میشه؟ ببین خاله ساعد رو رفتم کارو تموم کردم،
ازدواج من با این دختره یک ازدواج تاکتیکی کوروش. اینه بفهم. تاکتیک یعنی این که پسر رئیس فروشگاه با دختر رئیس کمپانی ازدواج کنه. این تاکتیکه. آهان 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 صبر کن آقا جان من. کجا داری الان میخوای بری؟ نذاشتی که الان میخوام برم. کجا میخوای بری؟ بابا برم تو فروشگاه صحبت کنم. ببین کوروش، قدم تو از این ساعت تو فروشگاه بذاری یا قلم پاتو خورد میکنم. فهمیدی یا نفهمیدی؟ این حرف اول و آخرمه. این جوریه؟ آره همین جوریه. خانم هو، این 60 سالش فرق وسط وا میکنه. 60 سالش. بله. سلام. 400,000 تومنتونی که گرفتی دیگه چی میخوای؟ بقیه کجا؟ بقیه رفتن ماهی بگیرن. لوس. بله. خلاصه همه این کاراش به خاطر اینه که فکر میکنه این خانومی که از کره اومدن خیلی خرشوب میده. بعدم این که اصلا اینقدر پول جلو چششو گرفته زد من از در مغازه بیرون کرد. خب حالا اینا رو میگی به ما چه؟ حالا به ما چه اصلا؟ بابا من میخوام یکی بره به پدر من بگه. آخه دیگه الان وقت ازدواج اون نیستش که یه نیروهای جوونی باید برن ازدواج کنن که تازه نفس و روپان. آقای کوروش همچنین نمونه دلتون خوشه ها، پدر شما حرف کسی گوشتی نمی کنه. چرا؟ چرا؟ اگه یه مثلا یه آقایی که ریش سفید داره مثلا آقای جابری بره بهش بگه حرف آقای جابری رو قبول میکنه. من آقای جابری حالا برو ببینیم بابا خدا روزی تو جای دیگه حواله بکنه. چرا من تازه از دست میکنی؟ بابات خلاص شدم، حالا برم باش صحبت کنم دوباره پاشا بیایا خواستگاری خاله؟ نه بابا میاد. نمیخواد؟ میاد. تو مثل که حرف حالیت نمیشه. یه لحظه ببخشید. گله که با خوشه ها. نه یه لحظه تشکر. بگیر بگیر بابا. یه چی؟ معنیت. ها بگیر بگیر. اینو بگی. اینو بگی بابا. یه ماهی یک کلیسی بگیر. بگیش بابا بگیش. سنگینه معنیت. بارو قلاب تو اون بریم بره. خب کرچن کلاس ماهی. چی بگی تو هی؟ میگم آقای جابری. بیایید بریم این خانم کره‌ای رو ببینیم. برای چی ببینم؟ چون باباش رئیس کمپانیه. خب چرا ما سرمایه گذاری نکنیم ها؟ راست میگه. اصلا خود داره چه دیدی؟ یک دفعه دیدی خودم نمایندگی زدم بزرگتر از نمایندگی پیردوست. بله دقیقاً. پس موافقی؟ پاشو کوروش جان. پاشو بیا بره. دادی جان کجا میخواییم بریم؟ ببخشید میخوام برم با باباش صحبت کنم. بله بریم. ببخشید شما کجا تشریف میبرید؟ من میرم با بابای این یکم نصیحتش کنم. بده من اینو جمع کن. بیا دیگه. میگم اردن. بله اردن. خب این اصلا رومانتیک نیست که. من اصلا دیالوگ ندارم. تو این سرما یخ میزنم هی الکی ماهی میگیریم. ببخشید مثل که منم اینجا نشستم یه دونه دیالوگ نداشتم و دارم میلرزم تو سرما. ماهی بگیرین. بله بله. Yeah yeah. When? Certainly. Okay. See you soon. Bye. چیزی شده؟ من باید پس که برگردم کره. کره؟ برای چی؟ شما نامه‌ای که نوشته بودین که مثل اینکه نوشتین که احتیاج داریم به نیروی کمکی، اما چون تعداد نامه زیاد بوده نوشتین که دیگه احتیاجی نداریم به کسی. دستور دادن که من برگردم با اولین پرواز کره. خیلی بیخود کردن خانوم. مگه دست اوناست که هر وقت دوست داشته باشن شما رو برفستن، وقت دوست نداشتن شما رو برگردونن؟ یعنی چه؟ مگه شما تو نامه ننوشین که به نیروی کمکی احتیاجی نداری؟ خانم حالا یه شوخی با اونا کردیم چرا اینا جدی گرفتن قضیه رو؟ من همین الان نامه می‌نویسم میگم شما رو احتیاج مبرم داریم به کارت. باید شما بمونی. بله. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. خب. آقای جابری خانم هونگ از کره. آی بامشاد خانم هون از کره. سلامی چو بوی خوش آشنایی بر اون شمع خلوتگه آشنایون. این جانب رستم جابری. ورود شما را خوش آمد عرض می کنم. بامشاد همین الان میری سه دهنه مغازه میخوریم. میخوایم نمایندگی خود را چیز کنیم، دایر بنماییم.
من نفهمیدم آقای جابری برای چی رفت با آقای پیردوس حرف بزنه؟ خب اردل ببین، به خاطر اینکه ددی دقیقا احساساتش مثل منه و خیلی به مسائل عاطفی اهمیت میده ددی ما. بله. و به همین دلیل با وجود اینکه آقای پیردوس رقیبشون بود، چه معنی داره آقای پیردوس اول بیان جلوی همه به یه نفر بگن که بهشون علاقمند هستن و بعد دلش رو بشکونه و بگه که منصرف شدم و ددی من هم رفت که باهاشون در این باره صحبت بکنه. عجب، این ددی شما واقعا انسان با شعور و بلند مرتبه است، واقعا من نمیدونم. بله. اون وقت بامشاد برای چی باهاش؟ آه اردی خان، بام شدم این نهودی حساس. اصلا من یه اتفاقی براتون تعریف کردم. دو سه شب پیش که ما داشتیم میمدیم تو خونه، البته با ماشین میومدیم، من بوق زدم. بام شد کلی به من اعتراض کرد که موزی این کارو نکن، به خاطر اینکه امکان داره تو در همسایگی یکی از بوقتی خوشش نیاد. عجب، پس بام شد جان چه طبع لطیفی دارم. خیلی زیاد. آخه من نمیدونستم. بعد سلام علیکم. سلام علیکم. بام شاد اومدی. سلام علیکم. ددی جان، ددی عب، شما صحبت کردین با آقای پیردوست؟ بله بابا مفصل. پشندی جان مبارکت باشه، خاله مال خودت. بله. بام که تا حالا تنابی دیم، از این به بعدش هم بذارت و همین تنهایی بسوزیم. حالا فوق فوقش اگر دیدم که خیلی هم به من فشار میایه، تنهایی فشار میاره، شاد رفتیم حالا یک دختر تنهای کره‌ای گرفتیم که من اینجا و مجدم یک سفر برن کره اونورا رو ببینن. سی؟ هیچی، آقای جابری واقعا لطف کردن، به خاطر آقای پشندی خودشونو کشیدن کنار. واقعا باید احسن و آفرین گفت به این روحیه جوانمردی، خیلی کار قشنگی. آها، حالا اینا رو بیخیال شد، داستان دختر کره‌ای سیسیه؟ راستش یه دختر مظلوم و ساده، یعنی کره‌ای، به تازگی وارد ایران شده. بعد واقعا ایشون نیاز به کمک داشت. آقای جابری هم به خاطر قلب پاک و اون مهربانیشون میخوان که با ایشون تقریبا وصلت کنن که دیگه که یه کمکی هم به آقای پشندی بشه، یعنی با خاله دیگه ازدواج نمیکنن. گفتن که خودشون گفتن که خاله ایشون کشیدن کنار. دادی جان یه مقدار غیر قابل باوره، ببخشید شما تازگی ها اخلاق و خصوصیتتون داره یه نمورتی دلف میزنه. دادی شما واقعا با این کارتون دارید به ماها توهین میکنین. واقعا اصلا غیر قابل تحمله، من دیگه با هم شد نمیتونم تحمل کنم. اصلا که گفته که تو تحمل کنی؟ پاشو میبارو خونت. من هر دفعه میام اینجا که تو کلام با آقای پشندی صحبت کنم، تو هم اینجا نشستی با شوهرت. خب پاشو برو خونت. دادی جان ببخشید، ما تو خونه زندگیمون نشسته بودیم، داشتیم با هم شد در صلح و آرامش زندگی میکردیم، شما به ما گفتین بیایم بیرون، خاله خانم جان اون آقای نصف سیبیل برن تو خونه زندگی ما. خب گفتم باشم، الان هم میگم که سعید و اینا رو برن، شما برید سر خونه زندگیتون. و سعید هم میگم که بره خاله شو ببرد مسافر خونه هتلی هر چی که دلش میخواد. بله پدر جان، شما هیچ نظری نداری؟ راجع کی؟ راجع به این که دوتا رقیباتون به نفع شما کشیدن کنار؟ کنار کشیدن؟ آره. جان، بیا، مبارک کشیدن. خودم میدونستم. آقای ددی، این شب عیدی نه هتل گیر میاد نه مسافرخونه. من خالمو کجا ببرم؟ آلاخون بالاخون کنم. به من چه؟ دختر من که اینجا هتل و مسافرخونه که باز نکرده. چرمت بعدم اون یک و دویستو که بهت دادم برمیداری میاری فوری، وگرنه بعد از تعطیلات اداره نمیایی. مفهوم شد؟ بل. ساید میبینی؟ شب عیدی چه خودم و آواره آلاخون بالاخون کردم پشتم اومدم تهران. آقا بگو زن، مگه مرض داری؟ خب تقصیر خودتون بود خاله دیگه، من که به شما گفتم نیای تهران. فکر میکنی برای چی اومدم؟ از بی کسی، از تنهایی، از دربدری. گفتم حالا تهران سه تا خواستگار واسم پیدا شده، بالاخره یک کدوم سایه سرم میشن، بالاخره من از تنهایی در میام. بله نمیدونستید که مردا اینجوری نامردن؟ نه نمیدونستم. بله. مردا انقدر بی معرفت و بی وفان. بله حالا خاله جون هر سه تاشون که نه نگفتن که این آقای پشندی هنوز مونده.
والا دود از کنده پا میشه. اگه اینه من میترسم همه اون کره‌یرم ببینه، اینم بذاره و بره، آبرو منم بره. بله ممکنه. میگم ساعت بله این حرفایش فایده نداره. پاشو مادر، پاشون ساکما که منو جمع کن، منو ببر بز تمیرا، برم خبر مرگم تو شهر خودم. خالص بفرمایید. سلام علیکم. سلام آقای پشندی. سلام اردل خان. سلام اردل جون. سلام علیکم. خسته نباشید. قبل از اینکه بخوای شما نظرتونو بگی، من بهتون میگم ما داریم میریم عزیز من، پسر من داریم میریم. بله میگن که بگو. من پدرم چون که سخت دچار احساسات و هیجانات هستن، اینه که واگذار کردن که من به جاشون حرف بزنم. ایشون به بنده گفتن که مرغ دلشون وقتی پر، حالا مرغ یا هر جانور دیگری، وقتی پرواز کرد و رفت نشست رو شاخه دل کسی دیگه، این مرغ دیگه پا نمیشه اصلا، مگر اینکه اون درخت کلن اصلا کنفه کنشه بشکنه بریزه. بله خیلی احساسات رنگ. چقدر قشنگ، چه کلمات زیبایی. آخه بقیهش هم میگن بگو. میگن که تا آخر عمر چشمشون تو چشم کسی دیگری نمیفته بجز شما. وای خدای من. نه حالا شما خیلی احساساتی نشید. صبر کن خاله جون. بله آه میگن من مثل بقیه نیستم که پول چشممو کور کنه که. بله قشنگه، ولی من اردل خان میترسم. آها ادامه شو میگن. میگن که ولی من دلم برای شما همجوری میتپه. بله همجوری فرت و فرت دلم برای شما میتپه. این ملیچ آخه اینم که دیگه لازم نیست من توضیح بدم، خودتون میفهمید چی میگم. آقای اردل خان من میترسم این چشش به اون دختر کاریه، تو رو خدا دختره رو ببر این چشش نیفته. دیگه وقتی این حرفا رو زد گل داده. متشکرم. وای متشکرم. اینم که دیگه من... الان این دیگه مفهومه دیگه. اردل خان من دیگه نمیرم، من اینجا میمونم ساعت. واقعا که بام شد. تو جای اینکه جلوی ددیو بگیری داری کمکش هم میکنی دیگه. بابا تو این ازدواج پول وای. آقا من تحقیق کردم، خاله ساعت یک قران نداره. ببین آقای بامشد، برای خود همینجوری یه چیزی میگی، همه زندگی که پول نیست که. ببین این حرف شما صحیح، ولی نظر من اینه که 99% زندگی پوله، اون 1% هم که نیست آدم خوابه دیگه اصلا. خیلی بامزه بود. خب راجزتون شما کجا تشریف میبرین؟ برم به آقای جابری کمکی بکنم، دستی تنهاست تو مغازه گنها داره. جناب آقای بامشاد خان، یا با ددی زود برمیگردی خونه یا هر چی دق و دلی دارم سرت خالی میکنم. عرض کنم خدمتتون که پدر جان من چون قدری هیجان زده و خوشحال هستن نمیتونستن خودشون صحبت کنن، گفتن که من به نمایندگی از ایشون صحبت کنم. بله بفرمایید. من دارم با خاله حرف میزنم، تو این وسط چی میگی؟ بله راستش خاله جان منم چون هیجان زده و خیلی خوشحال هستن گفتن که من به جاشون صحبت کنم. اشکال نداره. خواهش من اگر موافقید عرض کنم که یک مصوبه الان مینویسم. بله جشن عروسی رو میذاریم برای 2 ماه دیگه. دست شما درد نکنه. ولی یه چیزی میخواستم ببینم که راجع به مهریه میخواستم با شما صحبت کنم. چقدر شما جون بخواین. بله. اصلا مهریه قابل شما نداره. بله. شما بفرمایید فقط چقدر، هر چقدر باشه ما تقدیم میکنیم. بله چشم. بله بله. سلام علیکم. سلام منشخرام. سلام. یه به موقع رسی کار زمون شد. مبارکه پدر جان. وای مبارکه. اون وقت یک ویلایی هست در کرج من دارم، بعد ازدواج که کردیم شما رو میبرم تو همون ویلا که هم از دود و دم تهران در واقع آسوده باشید، همین که در واقع به شما خیلی خوش بگذره و اینجا دیگه با هم زندگی. اردل. بله بله. چی داری میگی الان؟ من دارم از جانب پدرم حرف میزنم، خودم رو نمیگم. آخه
خیلی ممنون اردل خان. اتفاقا منم این دو ماه و یکی دو ماه آینده رو یه مقدار شهرستان کار دارم. برم کارامو راست ریس کنم. بعد به امید خدا وقتی برگشتم انشاءالله همون لونه ای که آقای پشندی دستور فرمودن یه لونه لونه کفته. آخی شلو با امید خدا با هم بسازید. آخی آخی حالا چه رومانتی به افتخارشون. کارمندم اختیار شدن قباحت داره قباحت زشته زشته اینجوری ما با آقاد دایی افتادیست. خانوم ببین شما الان اراده بکنی ها من این مغازه رو با همه این لوازم به نام شما میکنم. شما فقط به من قول بده که اینجا میمونی یا نمیری. همین. آکی مغازه میخواد چیکار؟ من جوونم همسن تو بشم چهار تا مغازه براش بخرم. خانم هینگ 10 تا مغازه فروشگاه همین الان به نام شما هستم. شما فقط بگو بله. چی رو بگم بله؟ چی رو بگم بله؟ آقای جابری یه بار کی 20 تاش کن دیگه. خانم ایون که 20 تا یه بار کی چیزه دیگه 20 تا شد. خواهشاً حرف منو رد نکنید که من قندیر ناراحت میشه مثلا. الو چی؟ بلند نمیفهمم این داره یه زبون خاصی صحبت میکنه نمیفهمم چی میگه. نه آنیا هستی یا نه 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 هر کسی میده نه چی شده؟ چی شد خانم؟ همین الان باید برم فرودگاه برم کره. بله چی؟ مگه من میذارم شما بری؟ اصلا نمیشه اصلا اصلا. ببین خانم من همین الان به شما میگم شما زنگ بزن بگو اینا به من احتیاج دارن تو این مغازه. شما زنگو بزن بگو شما رو بر نگردونم. زنگ بزن شما. حالا میبینی. حالا میبینی. آره. نه انیاسیو نه ازلم میده نه نه ایرانه کلسه ابسایو نه هرگیسم میده نه. چی شد؟ چی شد خانم چی شد؟ چاره نیست باید برگردم. یعنی نمیشه اصلا. یعنی هیچ رای نداره؟ خب پس خانم هیچی من به شما یک آدرس میدم که زمانی که برمیگردی راستی؟ اگه الان برم شاید با پرواز امشب دوباره بتونم برگردم. قول میدین؟ قول میدین که برگردی؟ سعی میکنم نمیدین. خانم هیچ اگه بر نگردی که من که یک بلای سر خویشتن در میارم. اجالت بکش بابا. آدرس میدم من آدرس میدم اون زمان که شما برگشتی تشریف میاری خونه دامادای من که هرچی باشه دیگه با دختر منم باید آشنا بشی شما. بله حتما. کلالود ماهی بگی شما. هی تو چرا آمدی اینجا وایسادی تپا؟ من؟ کی بهت گفته بیای وایسی؟ راست میگه دیگه خاخ مهمانی مقدمش گیره. بده من گله بده من صدا کنم مجده را. نه چرا نیومدی خانم هینگ؟ هر جا باشی الان پیداش میشه. بله احتمالاً هواپیماشون تأخیر داشت. صبر کن ببینم بعد چطور برای چی اومد اینجا وایسادی؟ صبر کن همکار عزیز خیر مقدم میگم. خوش آمدی. از همتون خیلی ممنونم چون خانم هینگ کار داشتن و من هم زبان ایرانی خوب بلد بودم. کمپانی منو به جای ایشون فرستاد و به من گفته شما ماشین، خونه و امکانات در اختیار من بذارید. حالا باید کدوم منزل کدوم یکی از شما زندگی کنم؟ من حالا باید چه کار کنم؟ گوش کنین بچه ها این اتفاقایی که افتاد برای من یک درس عبرت شد. تو چند دقیقه دیگه سال تحویل میشه. تو این سال جدید اتفاقای جدید میفته و ما هم آدمهای جدیدی میشیم. آره تبرمه منش من هم همینطوره. همین حرفایی که آقای پیردوز گفت. بله من هم که جوان بودم و خام بودم و تصمیم دارم که در این سال جدید تعمق بیشتری روی کارهایی که قرار انجام بدم داشته. آره منم حالا که اینجوری همه دارن معذرت خواهی میکنن عیال
میخواستم که از شما عذرخواهی کنم و منو ببخش. وای خیلی خوب دیگه اشکال نره وام شد. خدا رو شکر که بالاخره همه چی به خوبی و خوشی تموم شد دیگه. من یه پیشنهاد دارم، میگم که حالی که یه سال نو شده ما باید به این دو زوج خوشبخت که دو ماه دیگه میخوان زندگی رو شروع بکنن یک تبریک پروانه ای بگیم. من به شما دو قمری تبریک میگم. آخه منم به عنوان خوشبخت ترین عروس سال 83 به همتون تبریک. آقای پسندی مبارکه. یک مطلبی یادم رو عرض کنم، ما همه یادمون رفت، ما همه باید از ساعد عذرخواهی کنیم. ساعد جان من ازت معذرت میخوام. آره جان، من همونی که پیردوست گفت دلیلش هم بعد از سال که اومدی اداره برات اختیار داریم. خواهش میکنم اختیار داریم که ازت معذرت میخوام. بله آقای پشیمان، خدا رو شکر بله بله اختیار داریم. همه تو خوب هستم و هم ببخشید. خدا رو شکر بالاخره خاله خانوم هم سر سامون گرفت، عاقبت به خیر شد. بله ساکت ساکت. آغاز سال 1383 سلام. چقدر زود تلفن کردید، وظیفه من بود به شما تلفن کنم. عمه جان بهتون تبریک میگم. عمه جان گوشی رو بده به من. نفهمیدم فروشگاه مال منه، اون وقت تو با رئیس دختر رئیس شرکت ازدواج کنی بنده ببخشم چشم دستم شلاقه. خودم این که نمیشه، تو از اول هر کی میبینی میخوای بگیری که